همراه هستیم با آقای نوراحمد خالدی، آگاه امور سیاسی و اقتصادی. آقای خالدی، وقت بخیر. شما مؤثریت سیستم را در شرایط کنونی تا چی حد میبینید و این تصمیم از کجا آمده و چرا سازمان ملل چنین تصمیمی را میگیره؟ سلام محترم. این سیستم عجیب است. ایتال در هیچ جای دنیا آزمایش نشده و ای زیادتر به ایدئولوژی امریکایی ها ارتباط داره، چون تمام امریکایی ها حتی به سازمان های بین المللی زیر اداره ملل متحد اعتماد ندارن. هر چیز میخواین از رای پرایویت سکتور انجام شود و ای به این خاطر این سیستم پیشنهاد شده تا اولی که ای در غیاب موجودیت 9 میلیارد دلار افغانستان است که باید در اختیار افغانستان بانک قرار بگیره، چون نور نمیخواین در اختیار افغانستان بانک قرار بدن و یک تعداد چیزهای حقوقی بالای از این پول ها در امریکا صورت گرفته که پول ها را برای بازمانده های سپتامبر الول تخصیص بدن در طرف محاکم. به این خاطر ای چار در حدود پولای را که ملل متحد از کشورهای مختلف جمع‌آوری کرده برای کمک به افغانستان میخواین به تبادلی ازی در انجام بتن در افغانستان. موضوع مشکل اینجاست که ای در می اواخر 135 میلیون دلار بعد نوتای 100 دلاری ملل متحد به افغانستان انتقال داده و این پول در AIB یا افغانستان انترنشنال بانک در کنار افغانستان بانک موقعیت داره در کابل در اونجا ذخیره شده. اما مشکلی است که یا نمیتونه در بدل از او پول افغانی بگیرن که به کارکنای افغان کسایی که در ایجنسی ها کمک میکنن در افغانستان کار میکنن با او پول پرداخته شود. برای اینکه طالبا منع کردن پرداخت ها را به اسعار خارجی، شما نمیتونین به دلار پرداخت کنین، بنابراین باید به افغانی پرداخت شود. بله، حالا خاطر مشکل کمبود پول افغانی را که قبلا از سوی سازمان آقای خالدی مطرح شده بود، این سیستم میتونه حل بسازه؟ واقعا اگر چنین مشکل وجود دارد در حالی که طالبا ردش کرده، این راه حلش است؟ بله، نه ردش کردم نیفهم در ردش کرده خب باید پولا رو 135 میلیون دلار رو تبدیل میکردن به وزش پول افغانی میدادن از طرق افغانستان بانک، این داده نشده. در حقیقت چی میکنن با سیستم نو قسمی عمل میکنن که تاجر افغانی که در خارج صادرات داره واردات داره پول و به دلار ضرر دارن، دلار هم در خارج ضرر دارن، خریداری که میکنن کریدیتورا قرار است از با این سیستم با تاجرای افغانی با بزنس های افغانی که در خارج به دلار ضرر دارن با او کریدیت های زیاد پرداخت شود دلار، یعنی به حسابات شخصی این کمپانی ها در خارج پول پرداخت شود. در مقابلش این بزنس های شخصی تاجر شخصی در افغانستان دلار افغانی پول افغانی به موسسات به نماینده ملل متحد در افغانستان پرداخت کنند و مصرف کنه. بله، چقدر این تصمیم دو زدن طالبا است و چقدر قابل عملی است در کشوری که طالبا حاکمیتش هست؟ این امر واقعا امکان پذیر است؟ این عجیب است. این برای که اولی که این دوباره به فساد می انجامه. ما در گذشته پولهایی که دلارهایی که به افغانستان آمد به انجوها مستقیم داده شد، به انجوها مستقیم قراردادی های مختلف پولا داده شد، این به فساد بزرگ در افغانستان انجامید و ای به جیبای شخصی رفت. حال باز هم یک راه پیدا میشه که به ای به جیبای شخصی بره. و دومی که طالبا ای را تا چه حد تحمل میکنن قابل پیش بینی کردن نمیتونم. بله، ولی در طرف دیگر پیام امی تصمیم آقای خالدی برای طالبا چی است؟ جهان یا سازمان ملل با چنین تصمیم چی را میخواین به طالبا به اثبات برسانن؟ با طالبان میخواین بگن که ما 9 میلیارد دلار شما رو بر شما نمیتیم، بعد افغانستان بانک نمیتیم و ما پول را هم که به افغانستان میخواین مصرف کنیم از طریق افغانستان بانک نمیخواین چیز کنیم این را انجام بتیم، بلکه را میخواین از طریق بزنس های شخصی تاجر شخصی این را انجام بتیم
و ای اول سیستم بسیار بغرنج و پیچیده است، در هیچ جای دنیا تطبیق نشده و طالبان ما فکر میکنم بسیار بهشان مشکل است اینه درک کنن که اروپایی و امریکایی چی میخواین بالاخره، ملامت چی میخواه. و برای مردم افغانستان هم این دردشان حل، ما 48% انفلیسیون داشتیم در این ماه جنوری در افغانستان، انفلیشن تورم قیمت ها در حدود 42% بود. این بسیار سخت است برای مردم زندگی کنند و با این کارهای خود، با این لجبازی های خود، جامعه جهانی هم اقتصاد افغانستان روز به روز به طرف تباهی پیش میبرند. بله، ما با این باید خالدی. بله. بله آقای خالدی، پس فکر میکنین این تصمیم ها یا روی وضع اقتصادی افغانستان، اگر بگویم روی ارزش پول افغانی، همچنان تاثیر خود داشت یا نه؟ سوال ارزش افغانی، چون شما فرض کنین تمام تاجرای افغانی در خارج از افغانستان به پول دسترسی پیدا میکنن و در مقابل ارزش افغانی بهتر میشه، هیچ در این شک نیست، برای اینکه قیمت افغانی بالا میره در مقابل دلار در این صورت. و برای آوردن اجناس خارجی در افغانستان و قیمت های اجناس خارجی مفید است، اما در داخل افغانستان این انفلاسیون از بین نمیبره، ای با سبب کاهش انفلاسیون نمیشه در افغانستان. سپاسگزارم آقای نوراحمد خالدی، آگاه امور سیاسی و اقتصادی، که از استرالیا با ما در این گفتگو بودن. وقت بخیر.